دو نفر از اولیاء الله بودن، اهل بودن، خیلی دوست داشتن که وجود اقدس حضرت رو زیارت کنن. این دو نفر وعده دیدار هم گرفته بودن. بین راه که می رفتن در مسیر برخورد کردن به زمینی مزرعه‌ای که گندمزار بود. یکیشون دست کرد از یه خوشه گندم یک دانه گندم جدا کرد، در دهان گذاشت، فشار داد، دو نیمش کرد ببینه این گندم رسیده است یا نه. بعد هم گندم دو نیم شده را از دهان بیرون آورد و انداخ در مزرعه. وقت رسیدن به منزل مقصود، اون دوستش موفق به دیدار شد، اجازه خواست که دوست دیگرش هم شرفیاب شود. حضرت با صدای بلند فرمودند به گونه ای که اون فرد شنید: کسی که گندمی را بدون اذن صاحبش از زمین مردم بردارد و در دهانش بگذارد و آن را دو نیم کند، لیاقت دیدار ما را ندارد. ببینیم از ما چه خواستن. و وصیت و کمد تقوا، وصیت امام است، ارواحنا فدا تقواست. حضرت می فرمایند دور است از رحمت خدا، دور است از رحمت خدا کسی که نماز صبحش را زمانی بخواند که ستارگان در آسمان دیده نشوند. نمازش قضا نیست، دور است از رحمت خدا، دور است از رحمت خدا کسی که نماز مغربش را زمانی بخواند که ستارگان در آسمان دیده بشوند. این کلام ولی از ارواح نافداست. کلام دیگری داره صاحب الامر و هنافدا: لعنت الله و الملائکت و الناس اجمعین الا من اکل من مالنا درحمن حراما. لعنت خدا، لعنت ملائکه، لعنت همه مردم بر کسی که یک درهم از مال ما اهل بیت را به حرام بخوره. حالا کسی که تمام زندگیش پر است از حقوق ولی یأس و سادات، این مدعی باشد که من سینه چاک ولی یأس ارواح نافدا هستم، و این دروغ است. از زیارت حضرت می خوانیم: السلام علیک یا ناظر سدرت المنتها. افسوس که او را نشناخت. سلام بر تو ای عزیز زهرا که وقتی نگاه میکنی افق دید تو تا سدرت المنتها را میبیند. سدرت المنتها کجاست؟ آخرین نقطه اوج جبریل امین در لیله معراج است. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. فرمودن به جایی رسیدم بیدم جبریل نیامد، ایستاد. جبریل چرا توقف کردی در این جایگاه؟ منو تنها نگذار. فرمود اگر یک گام بالاتر بیام بالو پرم می سوزد. اینجا آخرین نقطه اوج من است. هر کدوم جایگاهی دارن، ملائکه مقررم جایگاهی دارن، حد و حدودی دارن. من اگر یک گام بالاتر بیایم بالو پرم می سوزد. مولای ما صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف آقاییست که وقت نگاه می کند افق دید او تا سدرت المنتها را می بینه. نتیجه دل نگه دارید ای بی حاصلان در حضور حضرت صاحب دلان. هفته دوبار پرونده رو میدن دست حضرت. امروز از کسانی بودی که امام زمان رو با اعمالت خوشحال کردی یا گریان؟ خودمون که خودمون رو میشناسیم. امروز امام عصر رو گریاندی یا مسرورش کردی؟ کدوم یکی؟ فرمودن وقت گناهان شما را
میبینیم گریه میکنیم برای شما، طلب مغفرت میکنیم. مبادا من عاشق و محبی باشم که امروز مولایم صاحب از زمان را گرینده باشم. یه زیارت دارن حضرت مخصوص روز جمعه، یادم میاد من بچه بودم تو شهر ما مشهد، دعای ندبه صبح جمعه این زیارت روز حضرت رو میخونم. یه فرازش اینه: السلام علیک یا عین الله فی خلقه. این اولین فرازش. سلام بر تو ای چشم حق در خلق خدا، تو دیده بینای حقی. اگر همین جمله رو من بپذیرم کارم تمام است، یعنی از این در با این اعتقاد و باور بروم بیرون که صبحم، ظهرم، شبم، خوابم، کارم، نشستنم، گفتارم، همه و همه در منظر و مرآی اوست و در همه شؤونات من و او ناظر و حاضر است.